و اما محمد رضا شجریان استاد سرشناس آواز سنتی ایران بار دیگر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده. بیمارستان جمع در اطلاعیه از پایین بودن سطح هوشیاری آقای شجریان خبر داده. او بار قبل در اواخر مرداد ماه به علت کاهش سطح هوشیاری و شوک عفونی در بیمارستان بستری شده بود. دکتر حسن عباسی پزشک محمد رضا شجریان از تهران با ما هستن. آقای دکتر عباسی، آقای شجریان چطورند؟ با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. جناب استاد رو دیروز به خاطر مسائل متعددی که گرفتاری ایجاد کرده بود در بخش آی سی یو بستری کردیم. مشکل اصلی از یک ماه پیش به علت کولسیستیت، یعنی یک عفونتی در کیسه صفرای ایشون ایجاد شد که ما به علت شرایط موجود نمیتونستیم اقدام به عمل جراحی بکنیم و درمانهای طبی با کمک همکاران متخصص این کار، متخصصین گوارش، متخصصین عفونی و همه همکاران همکاری داشتند و در این مورد درمانهایی رو شروع کردیم و در این مدت آنتیبیوتیک ها زیادی گرفتند و تا حدود زیادی اون عفونت حاد رو تونستیم مهار بکنیم که حالت توکسیک و سمی پیدا نکنه، ولی خب به علت مدت طولانی مصرف آنتیبیوتیک و به علت وجود همون عفونت به صورت مزمن گرفتاری های ارگانیک دیگری در جاهای دیگری ایجاد شد و به علت کلیوی، مغز استخوان، کاهش پلاکت خون و شرایط عمومی و با کمک همه همکاران مشغول درمان ایشان هست. آقای دکتر، این که گفته میشه سطح هوشیاری ایشون پایینه به معنای این است که ایشون در کما هستن؟ خیر، ایشون حتی دیشب مقدار زیادی بیش از حد به اصطلاح نگران بودیم که ایشون ناراحت نباشند و نه، در کما نیستن، ولی خب شرایط نرمال نیست، شرایط استیبل نیست و ارگان های مختلف درگیر هستند و درمان های مختلف و با کمک همه همکاران داریم انجام میدیم. چقدر امید دارید که حال آقای شجریان به حالت استیبل یا پایدار برسه؟ تمام سعی ما این هست، ولی حالا چقدر بتونیم این کار را انجام بدیم یا نه دیگه بیولوژیک و همه بتونیم این بالانس رو برقرار بکنیم، قطعا امید ما همینه. معمولا چقدر میشه بیمار رو در چنین حالتی نگه داشت؟ حالا حساب درستی نداره، این رو دقیقا نمیشه گفت. معمولا دو سه روز اول که حالت شروع و کریتیکال داره اگر بتونیم بالانس رو برقرار بکنیم میتونیم درمان رو بهتر انجام بدیم و اگر نتونیم قضیه وخیم‌تر خواهد شد. امروز خبرهای نگران کننده این طرف و اون طرف منتشر شد که بعد تکذیب شد. منبع اطلاع رسانی کجاست؟ از نظر شما مردمی که نگران حال آقای شجریان هستن باید به کجا مراجعه بکنن؟ من فکر میکنم بیشترین اطلاعات رو از اطلاعیه‌های بیمارستان جمع خواهم داشت و بستگان ایشون، همایون خان شجریان، از اینها باید کسب بکنن و افراد متفرقه شایعاتی درست میکنن که اینطور نیست و امروز هم متاسفانه یک شایعه کذبی ایجاد شد که واقعا هیچ گونه اساسی نداشت و در نهایت این که ایشون تحت مراقبت های ویژه هستند، آیا امکانات داخل ایران کافی هست به خاطر اینکه گهگداری بعضی از بیماران در شرایط بسیار دشوار به خارج از ایران منتقل میشند؟ شخص استاد تمام امکاناتی که برای اداره این مسائل هست اینجا موجوده، چنانچه غیر از این بود ما دقیقا اقدام میکردیم و حتما با هماهنگی همه بستگان قطعا این کار رو میکردیم، ولی مسئله‌ای وجود نداره و درمانی، راه حلی، وسیله‌ای که ما اینجا در اختیار نداشته باشیم. واقعا ما در این مدت تمام امکاناتی رو که برای درمان ایشون هست به کار گرفتیم و تا اینجا در اختیار داشتیم خوشبختانه.
ممنونم آقای دکتر و موفق باشید. دکتر حسن عباسی، پزشک محمد رضا شجریان از تهران.